تا به حال به این فکر کردین که معروفترین دیکتاتور جهان آدولف هیتلر اون همه هواخواه پرشر و شور رو از کجا آورده و یا اصلا چجوری اون به بزرگترین دیکتاتور تاریخ تبدیل شده؟ آدمی در این ابعاد قاعدتا تکنیکا و تاکتیکای برای رسیدن به اون نقطه داره. اون باید بتونه میلیون ها نفر رو شستشوی مغزی بده تا بدون اما اگر و چون و چرا ازش پیروی کنن. رابطه کمپانی‌های بزرگی مثل فولکس واگن، BMW، کوداک و زیمنس با این ماجرا چیه؟ امروز و در کنار شما نگاهی میندازیم به چگونگی ظهور دیکتاتوری به نام آدولف هیتلر. چی بهتر از این که شما ژو پادکست رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین؟ سلام، من محسنم و اینجا کانال خودتون ژو پادکسته. ارسطو فیلسوف یونانی میگه سه تا تکنیک برای متقاعد کردن مردم وجود داره: لوگوس، اتوس، پاتوس. زمانی که شما تصمیم داری چیزی رو با تکنیک اتوس به کسی بفروشی، از مسیر اقتدارگرایی استفاده میکنی و به مشتری بالقوه اون محصول میگی 90% مردم از این محصول استفاده و اونو تایید میکنن، پس باید تو هم همینو بخری. حالا اگه تکنیکت لوگوس باشه، باید از در منطق وارد عمل بشی و احتمالاً به مشتری میگی این محصول رو اگه بخری فلان و بهمان فایده نصیبت میشه که این فایده تأثیر مثبتی روی زندگی مشتری داره. و در تکنیک آخر یا پاتوس هم از احساسات و تحریک اونها برای اثر گذاشتن روی تصمیم مشتری استفاده میکنی. مثلا بهش میگی این محصول توی شهر خودمون و با استفاده از مواد اولیه‌ای که همینجا داریم تولید میشه. این حرف تو حس غرور و شادی مشتری رو برانگیخته و اونو به خرید اون محصول راغب میکنه. اینجا تو استدلال منطقی و به درد بخوری برای مشتری نداری، اما بزرگترین شرکت‌های تبلیغاتی دنیا از همین تکنیک برای فروش استفاده میکنن. حالا وقتی از دیکتاتورها و نحوه ارائه ایدئولوژیشون حرف میزنیم، بیشتر داریم توی حوزه تکنیک سومی که گفتیم، یعنی پاتوس و استفاده از احساسات قدم بر میداریم. Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. اگه یه آدم عادی منطقی فکر کنه و بر اساس داده ها رأی بده، خب قاعدتاً هیچ وقت به دیکتاتور رأی نمیده. پس کسی که دیکتاتوره باید خودشو پشت احساسات قائم کنه و پیش از فروش ایدئولوژیش احساسات رو به مردم بفروشه. اگه به آب و خاکت ارق داری به من رأی بده، اگه به ارتش و نیروی نظامی کشورت احترام میذاری به من رأی بده. و خیلی از مردم هم با این جور سخنرانی ها قانع میشن. ولی خب یه آدم منطقی وقتی این حرفا رو میشنوه میپرسه اینکه مردم به کشورشون ارق دارن و یا نیروی نظامی حافظ مرزهاشون رو دوست دارن، چه ربطی به رأی دادن به اون شخص خاص داره؟ استفاده از عواطف و احساسات دیکتاتور رو میندازه توی مسیر دیکتاتور شدن، اما کافی نیست. برای دیکتاتور شدن باید منطق رو به طور کلی ریشه‌کن کرد. این کاری بود که هیتلر در 10 می 1933 انجام داد. حزب نازی قدرت رو توی کشور به دست گرفته و مقامات حزب بیشتر از 25 هزار جلد کتاب رو توی برلین می سوزونن. در مورد قدرت گرفتن حزب نازی و آدولف هیتلر ویدئویی ساخته بودیم که لینکش رو براتون اون بالا میذارم تا اونو هم ببینید و بیشتر از اوضاع اون زمان سر در بیارید. مقامات نازی پیش از این کتاب‌های زیادی رو ممنوع اعلام کردن و حالا برای سوزوندنشون میگن که این کتاب‌ها غیر آلمانی و یا ضد ملی هستن. پروژه سوزوندن کتاب‌ها توی آلمان تحت فرمان هیتلر به طور مرتب انجام میشه. حالا این کتاب‌ها چه جور کتاب‌هایی هستن؟ جوابش اینه: همه جور کتابی. نوشته‌هایی در مورد روانشناسی، ادبیات مارکسیستی، لیبرالیسم، دموکراسی، هنر و کتاب‌هایی که توسط یهودی‌ها یا غیر آلمانی‌ها نوشته شدن. تقریباً هر نوع کتابی که حزب نازی عقیده داره که علیه حزب و رهبر اونهاست. جوزف گوبلز هم این کار خودشونو با یه جمله توجیه می‌کنه و میگه
مرد آلمانی آینده یه مرد از بین کتاب‌ها نیست، بلکه اون مرد یه کاراکتره. از یه طرف کتاب‌ها سوزونده میشن و از طرف دیگه مطالبی چاپ میشن که منطق رو به طور کلی تضعیف میکنن و مردم رو میکشونن به سمت مسائلی مثل خون و نژاد. شبه علم هم تا حد زیادی رایج میشه و مقالاتی چاپ میشن که آلمانی‌ها رو نژاد برتر معرفی میکنن. توی این مقالات خون آلمان‌ها به عنوان خون پاک شناسایی میشه و باقی نژادهای بشری نژادهای فرعی و پست‌تر از نوع انسان هستند. توی همین دوران یه به اصطلاح پروفسور اتریشی به نام هانس هوربیگر سر و کله‌اش پیدا میشه که توی خواب دیده ماه از یخ ساخته شده و بعد از اینکه از خواب بیدار میشه میگه ماه چون سفیده پس احتمالاً از یخ ساخته شده، پس نتیجتاً کل جهان من جمله سیاره‌های دیگه همشون از جنس یخن. نظریه‌اش هم به عنوان نظریه یخ جهانی منتشر میشه. هیتلر هم تا میتونه اینو بولدش میکنه که همه جا غیر از زمین از یخ ساخته شده. تازه دولت نازی هم به دانشمند اتریشی خوابنما دکترای افتخاری میده. در این شرایط همه دانشمندان و اساتید و مورخین تحت فشار و ظلم هستند و دانشگاه ها، کالج ها و دروس تدریسی هم به شدت تحت کنترل حزب نازی. همه مقامات و رؤسای این دانشگاه ها هم توسط مقامات حزب نازی منصوب میشن. توی این شرایط بسته تعداد کمی از اساتید و دانشمندا هستند که جسارت زدن حرف منطقی رو دارن. یکی از اونا معروفترین دانشمند جهان آلبرت انیشتینه. اون همیشه به صورت واضح و علنی از حزب نازی انتقاد کرده و با به قدرت رسیدن هیتلر به نشونه اعتراض از شغلش در آکادمی علوم پروس در برلین استعفا میده. علاوه بر این میگه که قصد خروج از کشور و لغو تابعیت آلمانی خودشو داره. اینجاست که رسانه‌های تحت نفوذ هیتلر شروع میکنن به بدنام کردن انیشتین. اخبار بی‌پایه‌ای در موردش پخش و کاریکاتورهایی ازش با بینی یهودی‌ها منتشر میشه. در مورد نحوه شناسایی یهودی‌ها هم توی مجموعه برنامه هولوکاست براتون ویدیویی تهیه کرده بودیم که لینکش اون بالا براتون میذارم تا حتما ببینیدش. مقامات حزب نازی مقالات اونو میریزن توی آتیش و تازه به همدستی با کمونیست‌ها علیه کشور هم متهمش میکنن. با این هجمه‌ای که به انیشتین وارد میکنن اون به عنوان یک خائن به دشمن شماره یک مملکت تبدیل میشه. گوبلز که حالا وزیر تبلیغات و یکی از مهمترین مهره‌های حزب عکسی از انیشتین با عنوان هنوز به دار آویخته نشده منتشر میکنه و این نشونه یه تهدید جانی جدی علیه آلبرت انیشتینه. اینه که مجبور میشه به سرعت آلمانو به مقصد بلژیک ترک و اونجا از حمایت خانواده سلطنتی برای حفظ جونش برخوردار میشه. اون جون سالم به در میبره، اما دوست فیلسوفش تئودور لسینگ در 30 آگوست 1933 به دست افراطگرایان نازی به قتل میرسه. تازه قاتلین به شدت مورد تحسین و تجلیل هم قرار میگیرن. بلافاصله روزنامه ها مینویسن که آیا نفر بعدی انیشتینه و برای کسی که اونو بکشه جایزه هم تعیین میشه. همین باعث میشه که دوباره از بلژیک به انگلستان پناهنده شه. اگه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین پس حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین و لایک این ویدیو رو هم یادتون نره. دمتون گرم و برگردیم به مبحث آقای دیکتاتور و شستشوی مغزی که انجام میده. یکی دیگه از تکنیک های معروف هیتلر ایجاد ترس در بین آلمان هاست. اون برای ایجاد یه دشمن ساختگی پیله میکنه به یهودی ها که هنوز یه کشور هم برای خودشون ندارن و از خودش قهرمانی میسازه که قرار آلمانو از دست این دشمن ها نجات بده. پس بازی تئوری‌های توطئه و نشر اخبار مشکوک شروع میشه. این بازی دلیل شکست آلمان‌ها در جنگ اول جهانی رو یهودی‌ها میدونه. اینطور که میگه اونها اقتصاد آلمانو به نفع خودشون قبضه و فلج کردن و این باعث فروپاشی اقتصاد کشور و ضعف نیروهای آلمان شده. اما از نظر منطقی این حرف نمیتونه درست باشه، چرا که ارتش آلمان توی جنگ جهانی اول 100,000 نفر نیروی یهودی داشته که حدود 12,000 تاشون به خاطر کشور جونشون رو تقدیم کردن. وقتی حزب نازی بحث سوسیالیسم رو پیش میکشه
یهودی‌ها به خاطر سرمایه‌داری به شدت سرزنش میشن و بعدش هم بهشون انگ کمونیستی زده میشه. ممکنه با خودتون بگین خب این دروغ بزرگ با این همه تناقض که خیلی واضح بوده، پس چرا مردم آلمان پذیرفتنش؟ اینجا دو تا دلیل مهم وجود داره. اولی این که تمام رسانه‌ها کاملا توی مشت هیتلرن و چیزی رو میگن که اونو حزبش میخوان. دومین مورد همینه که تعداد بیکارها زیاده، اقتصاد کوچیک شده و فقر در حال افزایشه، پس هر کسی میخواد که مقصری رو برای این اتفاقات پیدا کنه. استراتژی بعدی برای دیکتاتوری و شستشوی مغزی اینه که هیتلر خودشو به عنوان یه مسیحی جا بزنه که اومده تا ناجی کشورش باشه. سال 1923 یه جلد بیوگرافی درباره هیتلر نوشته میشه که اونو با عیسی مسیح مقایسه میکنه و میگه هیتلر کسیه که آلمانو نجات داد. بعدن هم کاشف به عمل میاد که این مجموعه بیوگرافی توسط خودش نوشته شده، اما به نام دوستش منتشر شده بوده. دو سال بعد و در 18 جولای 1925 هیتلر کتاب نبرد منو می نویسه که این کتاب پر از دروغ‌های کاملا واضح. در انتخابات دهه 1930 روی برگه‌های رای اسم حزب نازی نیست، بلکه عبارت جنبش هیتلر ثبت شده. استراتژی آخر هم قبض کردن رسانه هاست. هیتلر برای این مورد دو تا راهکار داره. یکی ایجاد ترس و وحشت بین اهالی رسانه و کارگزارانش و دومی هم خریدن امتیاز اون رسانه هاست. باورتون نمیشه اما هیتلر حمایت مالی کمپانی‌های بزرگی مثل فولکس واگن، بی ام دبلیو، کوداک، زیمنس، نستله، فانتا، فورد و خیلی های دیگر رو داره. 78 سال از جنگ دوم جهانی میگذره اما همین شرکت ها بر اثر فشار افکار عمومی و بابت حمایت از هیتلر هنوز دارن به خانواده های یهودی که بازمانده زنده ای از اون جنگ دارن غرامت پرداخت میکنن. توی تمام این استراتژی هایی که هیتلر ازشون استفاده میکنه، چهره منطق و تفکر انتقادی مخدوش میشه و راه برای شستشوی مغزی صدها هزار بلکه میلیون ها نفر باز باقی میمونه. کتاب دیکتاتوری آدولف هیتلر و ایدئولوژی های ضد بشریش با پایان جنگ جهانی دوم بسته شد و مردم آلمان از این ماجرا درس های بزرگی گرفتن. اما دیکتاتورهای زنده دنیا از چه راهکارهای دیگه‌ای برای بستن چشم و گوش مردم استفاده میکنن؟ نظرتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید و امیدوارم ویدیوهای مرتبط پایانی رو هم ببینید. از اینکه در کنار ما هستید خوشحالیم و روز و روزگارتون خوش.